یعنی آقای پالیزدار اگر دسترسی به یک حساب اقتصادی پیدا شد باید بتواند منتشر کند. این حق تک تک ماست. ببینید آقای حاج عباس پالیزدار جانباز شیمیایی که در خیبر آرپیجی زن بود، او برجک تانک میزد و من اونجا بیسیمچی بودم. امروز او برجک آقایون رو میزنه، من وظیفه بیسیمچی بودن رو دارم. باید باستم پیام اون برجک زن رو منتقل کنم. باید بگم آقا برجک کیو زده؟ ببینم راستی که دنا اسرار مهربانه نظام مال من و شماست. یک هفتاد میلیون اون مال منه. من دسترسی به هیچی ندارم، اما میدونم کارخونه لاستیک دارم مال منه. چجوری فروختینش؟ با چند تا نامه تخفیف. 608 میلیارد کارشناسی داشته، با 10 میلیارد اونم قسطی 2 میلیاردشو بدین، 2 میلیارد هم سفته بدین. پول سفته ندارین؟ پول سفته هم از صندوق وزارت صنایع برداری، 21 میلیون 300 بدین حضرات امضا کنن. اینم محرمانه است مال این ملته. اگر کسی بر تاراج انبار بیت المال مهر محرمانه بزند، خائن است. هر شخصیتی خود باشه و در هر لباس و هر مقامی باشه، کسی اگر در فروش انبار بیت المال مهر محرمانه زد، بر سربرگی که مهر محرمانه بزند، من اون مهر محرمانه رو خیانت میدانم و میستم. مال مردم رو میبریم بگیم محرمانه است. گفت عذر میخوام، حالا خستگی از سرتون در بیاد. گفت توی کوپه قطار بود، خب بیادبی کرد، بقیه همراهی ها متعزی شد. گفت بین خودمون باشه. گفت گندش تمام کوپه رو گرفته، چی بین خودمون باشه؟ تمام کشور رو گرفته، بین کی باشه؟ کدوم محرمانه؟ مردم میدونن. آیا فکر کردین مردم خبر ندارن چه اتفاقی افتاده؟ من میخوام بگم یک سال پیش در همدان آقای پالیزدار در هفتمین سالگرد فرمان 8 ماده‌ای مقام رهبری یک سخنرانی کرد و الان 11 ماه در زندان و 8 ماه اون در سلول انفرادی که میفرمایند آقای سلول انفرادی نداری. من میخواهم فرمان مقام رهبری رو که در 8 سال پیش سال رفتار علوی چقدر زیباست و این پیام چقدر قویست. پیام علویست. ما همین رو میخواهیم پیام رهبری اجرا شود. من نشسته بودم قبل صحبت استادمون که از اساتید دانشگاه هستن سوال کرد این فرمان اجرا نمیشه. عرض کردم چپ و راست نداره، همه آلوده ایم، همه خوردیم 30 سال. کی میخواد پیگیر بشه؟ ایشون میفرمایند که با تأکید بر این که سال رفتار عربیست، میفرمایند اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو ترد نشود، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و به استفاده از راه‌های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد. این اتفاق افتاده، پیشبینی که ایشون فرمودن. بند 1 از فرمان 8 ماده‌ای با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد که شده است. ببینید از زمزمه اینها گذشته. اولین بار ریاست وقت سازمان بازرسی کل کشور محقق داماد، بعد ریاست، بعد آقای رئیسی که الان معاون اول قوه هستند، و بعد ریاست وقت آقای نیازی. اینها گزارش کردن به جایی نرسید، حتی آقای نیازی سر همین پرونده ها برکنار میشه. با
بازرسی خبرگان رهبری بسیاری از این پرونده ها رو گزارش میکنه و تحقیق میکنه، اون افراد بازداشت میشن، به جایی نمیرسه. کمیسیون اصل 90 مجلس همین گزارش ها، همین بندهای پالیزدار رو گزارش میکنه، گزارش که این همه شده محرمانه است، اون هم به جایی نمیرسه. اردیبهشت 1387 گزارش کمیسیون اصل 90 در مجلس قرائت میشه و تا الان بایگانی شده. هر گزارشی بیاد بایگانی میشه. من میخوام بگم از بستگان اون رئیس مجلس هم در وقت خودش 20 هکتار زمین در دماوند گرفتن، نمیشه کاریش کرد، ادامه داره. کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضاییه با اون همه کش و قوس بالاخره تصویب میشه، انجام بشه. 124 پرونده به نیت 124,000 قیامبر در اختیار اینها قرار میگیره، بررسی میکنن. گزارش این است که فعلا دبیر کمیته هنوز در زندان است، بدون اینکه ما بدونیم یک حکم داره، بازداشت موقت تا کی. این ادامه داره. و فکر نکنید که این پیگیری ها به جایی میرسه تا ما نخواهیم. تکلیف ما گفتن است. ببینید جلسه با دوستان رده بالای وزارت راجع به همین موضوع صحبت شد. توصیه میکردن که بس ادامه نده پیگیری موضوع پالیزدار رو. گفتم چرا؟ اون هم رزم من بوده در خیبر، جزیره مجنون. بگید چرا؟ جرمش چیه؟ آقایون ببینید وزارت دخالت توی این نداشت و گفتم ما نظرمون این نبوده، اشتباه هست، این عمل کرد اشتباه بوده و غلط هست. ولی من میدونم چرا این اتفاق افتاده. در گزارش آقای پالیزدار بند اول دادستان محترم درگیره، پرونده سوالات کنکور. در کل اینها قوه قضاییه درگیره، بند ششم حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درگیره. همینطور هر جا میرید کسی نمونده، همه درگیره. خب قاضی پرونده امروز آقای پالیزدار در بند اول درگیره. در گزارشی که آقای پالیزدار داده همین آقای مدیر خراسانی خودمون درگیره، آقای مرتضوی خودمون درگیره، رئیس قوه درگیره. خب اینا که دیگه وقتی خودشون درگیر گزارشات ایشونن، آیا صلاحیت دارن؟ هم بازجوش درگیره، دادستانش درگیره، قاضیش هم درگیره، آیا اینها صلاحیت دارن به این پرونده رسیدگی کنن؟ آیا قابل حل این مسئله با این قضایا؟ میگه طرفش. خب بریم یکم از امدادهای غیبی هم بگیم، خیلی عجیبه. از اول بازداشت عباس فکر میکرد خیلی بهش ظلم شده، چون اومده از انقلابش، از اسلامش و از رهبرش دفاع کنه، اطاعت کنه و دفاع کنه. به تمام اینهایی که بهش ظلم کردن گفت من دعا میکنم در تمام دعاهای نماز یومیه‌ام در قنوت که جزای شما رو در این دنیا ببینم، به اون دنیا حوالتون نمیکنم. به تک تکشون میگه، خیلی جالبه که من میخوام ببینم اینا رو. امروز تلفنی تو همین مسیر که میادم و جباسون رو خیلی تشنگ من نوشتم ببینید.